مادر پارلمان های جهان امروز کارش را از سر گرفت بعد از یکی از بزرگترین تهدیدها به آن و به دموکراسی در بریتانیا در چند صد سال گذشته. این رئیس مجلس امروز راهی صحن مجلس در این روز تاریخی، روزی که پارلمان به کمک دادگاه عالی دوباره حاکمیتش را اعمال کرد. اینجا رئیس مجلس برگشت نمایندگان به محل کارشان را خوش آمد گفت. دولت به گفته دادگاه عالی بدون توجیه قابل قبولی مجلس را تعلیق کرده بود. ظاهراً فقط برای تنظیم برنامه قانونگذاری تازه از طرف دولت. حرکتی غیر دموکراتیک به گفته مخالفان برای تعطیل کردن پارلمان و خروج از اتحادیه اروپا بدون مشورت و رأی پارلمان. دادستان کل که به دولت مشاوره داده بود که تعلیق غیر قانونی نخواهد بود زیر حمله نمایندگان. Given the Supreme Court's judgment, in legal terms, the matter is settled. او امروز گفت با وجود آنکه دولت با حکم دادگاه مخالف است، اما انگیزه 11 قاضی دادگاه عالی را زیر سوال نمیبرد. او گفت دولت اگر نتواند تا چند هفته ی آینده به توافق جدیدی برای خروج از بریتانیا برسد، از اتحادیه اروپا طبق قانون خواهان تمدید مهلت خروج خواهد شد. دیروز 11 قاضی دادگاه عالی به اتفاق آرا حرکت نخست وزیر را که به ملکه توصیه کرده بود پارلمان را تعلیق کند غیر قانونی دانستند. حرکتی که دموکراسی را به گفته آنها به خطر انداخت. حکم این دادگاه را یکی از سرشناس‌ترین حامیان دولت در پارلمان یک کودتای قانون اساسی توصیف کرد. نخست وزیر بوریس جانسون سفرش را به نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل کوتاه کرد و امروز به لندن برگشت. او گفته اگرچه با رأی دادگاه عالی شدیداً مخالف است، اما با آن احترام می‌گذارد. ولی به هر تقدیر تا آخر اکتبر تقریباً 5 هفته دیگر بریتانیا را از اروپا بیرون خواهد برد. در مجلس نخست وزیر زیر فشار است تا به خاطر گمراه کردن ملکه و تضعیف این خانه ملت استعفا بدهد. مخالفان اما فعلا خواهان انتخابات تازه‌ای نیستند تا اینکه اول خطر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا منتفی شود. کسری نجی، بی بی سی.